تو مدت 9 سال تقریبا اگه اشتباه نکنم ایران کار میکردی. گفتی که خب مشکلات وجود داره، به خصوص اگه یک زن باشی، یک زن جوان هنرمند باشی، تو جامعه ایران مشکلاتی داری. حالا مثلا یکی از مهمترین مشکلات تو که خیلی اذیتت میکرد و در واقع تو رو میذاشت تو اون قوطی که ازش صحبت کردی، چی میدونی اون مشکلا؟ مشکلاتی که ما راستش توی هر کسی، حالا میگی هنرمند، ولی به نظر من خب توی یه جاهایی آره وقتی هنرمند باشی مشکلات دیگه هم اضافه میشه به مسائل کاریت، ولی به نظر من هر زنی تو هر رشته ای اگه داره کار میکنه توی ایران این مشکلاتو داره. برای اینکه از یک طرف این محدودیت هایی که توی سیاست های کاری ما وجود داره، مثل اینکه حقوق زن و مرد برابر نیست، ولی این یه قسمتش برمیگرده به مسائل قانونی و یه قسمتش برمیگرده به مسائل اجتماعی. من خودم توی محیطی که کار کردم و زندگی کردم خیلی به ندرت برخوردم به مردهایی که واقعا تحسین کنن، یعنی اجازه بدن به یه زن که از اونا جلو بزنه یا از اونا بهتر کار کنه، و همیشه سعی میکنن که جلوی این مسئله رو بگیرن، حالا به هر طریقی که ممکنه. و متاسفانه این مسائل اجتماعی هم که ما داریم و برای همه خیلی راحته که جلوی زن بایستن. حالا شاید خیلی لازم نیست اینو باز کنیم، ولی مثلا من خودم به عنوان یه تصویرگر از یک طرف باید به محدودیت های سانسور برای کارم فکر کنم، به محدودیت های این فکر کنم که چه حرفیو بزنم چه حرفیو نزنم، چیو بکشم چیو نکشم که اصلا اجازه حضور پیدا کنم. بعد از یه طرف دیگه باید همیشه حواسم باشه که چجوری رفتار کنم، مدام خودم رو سانسور کنم که حالا این طرف اجتماعی قضیه مشکل پیدا نکنه با من. یعنی از همه طرف تو باید به همه چی فکر کنی و آخر سر میبینی به تنها چیزی که نرسیدی فکر کنی اون چیزیه که واقعا میخواستی بگی یا اون کاریه که واقعا میخواستی انجام بدی. بگی میخوام یکم راجع به کارا و طرحات صحبت کنم به طور خاص. یکی از طرحات آرم مادران صلح. یکم در مورد مادران صلح توضیح بده که مادران صلح چی هست و چطور طرح تو آرم مادران صلح شد؟ مادران صلح گروهی از مادران آزادی خواه و صلح طلب ایرانی هستند که از 2.5 سال پیش حدوداً اعلام موجودیت کردند و متشکل از بسیاری از زنان موفق و شایسته و واقعا تحسین برانگیز کشور ما هستند که با تبعیض علیه زنان، با قوانین مخالف حقوق کودک، مخالف حقوق بشر تلاش میکنن، مبارزه میکنن، با نقض حقوق زندانیان سیاسی، با برای تمام اهداف صلح طلبانه تلاش میکنن توی ایران. نگه میخوام حدود خیلی وقتمون کمه، من ازت خیلی سوال دارم بپرسم، میخوام راجع به بیشتر کارا صحبت کنم، ولی اونی که برای خودم از همه جالب تر بود مجموعه شهرزادها بود. میدونم که پارسال یک نمایشگاه مشترک بین هنرمندان ایرانی، هنرمندان جوان ایرانی و هنرمندان جوان آمریکایی در شهرهای دنور و شیکاگو آمریکا برگزار شد. این نمایش اول یه توضیح کوتاه بده که اصلا با چه هدفی برگزار شد و این تبادل هنر بین هنرمندان ایران و هنرمندان آمریکا چجوری انجام گرفت، بعد راجع به کار تو که تو نمایشگاه با صحبت میکنی. این پروژه یک پروژه همکاری مشترک بین هنرمندان ایرانی و آمریکایی بود که ایده اصلیش مال دوست خوبم مرشین الهیاری بود و بر اساس این شروع شد که در واقع یک موضوعی به عنوان دیالوگ تعریف شد و قرار شد که گفتگوی میان فرهنگی بین این دو گروه هنرمند انجام بگیره، به صورتی که یک گروه یه سری کار پروژه رو تعریف کرد و انجام داد و گروه دیگه ادامهش داد و بالعکس.
و البته قرار بود این نمایشگاه توی ایران هم برگزار بشه که دیگه امکانش پیش نیومد متاسفانه. خب ببین، کاری که تو این نمایشگاه داشتی خیلی بر من جالب بود. مارک تواین و نویسنده آمریکایی گذاشتی کنار شهرزاد. خب راجع به این کار یکم توضیح بده، بعد راجع به این مجموعه شهرزادها که اصلا داستانش چیه که این مجموعه شده شهرزادها؟ موضوعی که ما برای این نمایشگاه در نظر گرفته بودیم دیالوگ بود و قرار شد که هر کسی برای این دیالوگ یه پروژه تعریف کنه. من شهرزاد رو به عنوان سمبل صلح انتخابش کردم و اینکه دیالوگ صلح طلبانه توی این افسانه اتفاق میفته، به این صورت که بدون خشونت و مبارزه شهرزاد اونقدر روایت میکنه و اونقدر داستان میگه که با این روایت کردنش و مقاومت صلح طلبانش در واقع جلوی خشونت و ستم رو میگیره. به نظر من این یکی از بهترین روش هایی بود که میتونست مثل ایدهی که گاندی داشت میشه به یک نحوی، و من فکر کردم که این میتونه با عنوان نماینده گفتگوی ما با گروه آمریکایی باشه. و پروژه که براش تعریف کردم این بود که ما مثل این مراسم بدوی یا قارنشینی که یک افسانه یا یک آرزوی یا اونقدر تکرار میکردن که به اون برسن، مثل وردایی که تکرار میکردن یا مثل نقاشیه که برای غلبه به روح شکار انقدر شکار رو میکشیدن تا اون اتفاق بیفته و بهش غلبه کنن، هر کسی انقدر شهرزاد رو بکشه جاهای مختلف با تکنیک‌های مختلف تا اینکه این صلح اتفاق بیفته یک روزی. در واقع این یک جوری مثل دعای صلح بود، دعای صلح برای دیالوگ مشترک بین آدم‌ها و حالا سمبولیک بین ایران و آمریکا، بین مردم، و یک جور مبارزه علیه ستم با روایت کردن، اینکه اون پادشاه با شنیدن این داستان‌ها یاد می‌گیره، صلح رو یاد می‌گیره، نابود نمیشه و در واقع از اون ستم دست می‌کشه. بعد از اینکه این پروژه شروع شد، گروه آمریکایی مارک تواین رو به عنوان سمبل صلح خودشون انتخاب کردن، برای اینکه نویسنده صلح طلبی بود و اون کاری که من برای مارک تواین و شهرزاد انجام دادم یک جوری نمادین برمیگرده به اینکه خب مارک تواین صلح طلب واقعیه و شهرزاد یک صلح طلب اساطیریه، مثل اون روح اساطیری، اون خواسته حقیقیه که ما میخواییم بهش برسیم. نگین جان، سمبول داریم و بله، وقتمون چون کمه میخواستم این سوالو حتما ازت بپرسم. فکر میکنی که حالا این نمایشگاه برگزار شد، این تبادل صورت گرفت، خیلی نمادین بود، کلن فکر میکنی که هنرمندای جوانی که مثل خودت ایران هستن چطور میتونن آثارشون رو وارد عرصه هنر جهانی بکنن؟ اصلا فکر میکنی برداشتن این مرزها امکان پذیر هست یا نه؟ امکان پذیر هست، کما اینکه خیلی از هنرمندای موفق ایرانی الان کارهاشون عرصه جهانی داره، ولی خب مشکلات زیادی سر راهشونه، مخصوصا کسایی که توی ایران ساکن هستن و امکان این ارتباطات خیلی کمتره به خاطر محدودیت‌های به هر حال ارتباطی که توی ایران وجود داره، به خاطر سختی‌هایی که برای مسافرت وجود داره، چه از نظر هزینه‌ها چه از نظر ویزاها، اینا خیلی سخت کار هنرمندا رو سخت می‌کنه. ولی هر جایی که یک اسپانسری پشتشون بوده برای دعوت و برای جلو رفتن، همیشه جواب داده و همیشه ثابت کردن که میتونن جهانی صحبت کنن. نگه، حدود تقریبا 30 ثانیه فرصت داریم، میخوام بدونم که الان آیا روی طرح یا پروژه خاصی کار میکنی یا نه؟ الان فقط روی یک کتاب از آقای احمد رضا احمدی دارم کار میکنم، سفارش نشر افق هست، و خودم روی یک پروژه خیلی ابتدایی روی انیمیشن دارم کار میکنم. آره خیلی هم عالی. میدونم که آقای احمد رضا احمدی هم نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسون شد که در واقع نوبل ادبی کودکانه. نگین، مرسی از اینکه دعوت منو قبول کردی، اومدی تو برنامه شباهنگ.